خسرو نشاد، پنج شنبه 29 جون یه نشست هنری تو دانشگاه وسترن سیدنی دارید برگزار میکنید در مورد هنر اعتراضی در رابطه با اعتراضات اخیر ایران، انقلاب زن زندگی آزادی. از این نشست هنری به ما بگید. سلام و تشکر از زمانی که به من دادی در خدمت شما شنوندگان و بینندگانتون باشم. برنامه ای که ما هفته آینده در روز پنجشنبه بعد از ظهر در دانشگاه بسن سیدنی داریم، در حقیقت بر اساس این حرکت زن زندگی آزادی هست و یک مقدار صحبت متخصصی تر هست. نقش هنر، هنرمندان و در حقیقت هنرگردان به زبان فارسی ترجمه شده، شاید انگلیسی شاید هم بشه کیوریتور، نقش کیوریتور های هنر و آرت و همکاریشون با هنر و هنرمندان چگونه است. این برنامه بخشی ضبط شده هست به خاطر اینکه هنرمندای ما خانم نگار آیت در پاریس هستند، خانم سیمین کرامتی در تورنتو هستند و خانم پانتا کریمی در امریکا سنخوزه و صحبت های هنرمندان رکورد شده. این چون هنرمندای ما خارج از کشور هستن، برای ما راحت تر بود که این برنامه رو هنرمند صحبت ها رو ضبط کنیم، رکورد کنیم و بعد من خودم بر اساس صحبت هنرمندان یه جلسه 45 دقیقه دارم و در حقیقت تجربه جدیدی هست برای اینکه واقعا بتونیم پیام هنرمندها و اینکه از ابتدای این حرکت و جنبش مردمی که یه جنبش عدالت خواهانه هست، نقش هنرمند رو مستقیم ببینیم. چون همونجور که صحبت خواهیم کرد امروز، اکثر هنرمندهای عدالت خواه ایران در رابطه با حرکت زن زندگی آزادی محو هستن، ناپیدا هستن و در فضای مجازی هستن، اسمشون رو نمیدونیم. خیلی کم هستن هنرمندهای خانوم ایرانی که در خارج از ایرانن و مشخصا کی هستن، نمایشگاه گذاشتن، کار کیوریتوری کردن و همگام با این حرکت جلو رفتن. خب بنابراین یکی از صحبت هایی هستش که کیوریتوری کشور دیگه هست، هنرمندان در سه تا کشور مختلف هستن با سه تجربه مختلف و برنامه در حقیقت برای عموم آزاد هست. ما با همکاری دو یا سه مجموعه مختلف ایرانیان سیدنی داریم این کار رو انجام میدیم و امیدواریم که بازتاب خوبی داشته باشه. آفرینش هنری به نظر شما تا چه اندازه یه عمل اجتماعیه که میتونه جامعه رو بسیج کنه یا توی مسیر معین حرکت بده؟ ببینید، آفرینش هنری یک لغت بزرگیه. بذاریم یکم بیاریمش در بحثی که امروز، صحبتی که امروز میخوایم بکنیم. ببینید، نقش هنر به عنوان یک عمل اجتماعی در حرکت زن زندگی آزادی چی بوده؟ وقتی که ما در این موضوع خاص از هنر حرف میزنیم، داریم از هنری صحبت میکنیم که هنر برای عدالت اجتماعیه یا هنر عدالت اجتماعی. این لغت عدالت اجتماعی شاید یکم خیلی ادبی باشه، ولی همون لغت سوشال جاستیس هست، آرت فور سوشال جاستیس اور سوشال جاستیس آرت، که به هر تقدیر از شاید 150 سال پیش در همه جای دنیا این رایج بوده، باش کار شده، عمل شده، جنبش های مختلفی مثل حق حقوق سیاهان در امریکا خیلی مطرح هست توی این مکتب هنری. اما به طور عمومی همه جای دنیا امروزه در قرن 21، نیمه دوم قرن 20 و قرن 21، هنر و هنرمندان فعالیت زیادی دارند در این گونه هنرهای عدالت خواه، هنرهایی که بحثای عدالت اجتماعی رو میکنن. و لغت بسیج شاید یکم برای ذهنیت ایرانی بعد از انقلاب ایران یکم لغت خاصی باشه، شاید بهتره بگیم هنری هستش که آگاهی رسانی میکنه، هنری هستش که همآفرینی میکنه، به دنبال مشارکت مردمیه، به دنبال حرکتهای شهروندیه بیشتر تا بتونه یک هوشیاری بده به جامعه، یک بیداری مجدد بده، ترویج کنه، آموزش بده عدالت اجتماعی رو
بگی اصلا عدالت اجتماعی چیه، حق و حقوق شما چیه، داستانهای ناگفته رو فاش بکنه، صحبتها و قصه های ناشنیده رو به گوش مخاطبانش برسونه و بر اساس این داستان سرایی و داستانگویی تجربه های فردی رو مطرح بکنه برای عموم. این پس یه نقش خیلی سنگینی هنر داره و شاید یکی از بسترهای بهترین یا مهمترین بسترهای رسوندن این پیام عدالت خواهانه باشه. ما در قرن مثلا نیمه قرن بیستم، همین حرکت سیاهان امریکا، خب اینترنت وجود نداشت، موبایل وجود نداشت، سیستم های دیجیتال وجود نداشت، بیشتر کار سنگینی رو دوش هنرمندی بود که با دست عمل میکرد، کار فیزیکی انجام میداد، با جامعه درگیر بود. اما در بحث ما که امروز هستیم، دنیای مجازی، دنیای دیجیتال نقش اول رو داره و باید با داستانهای دیگه ای مثل اربن جورنالیزم، سیویل جورنالیزم، لغتش من نمیدونم چی به فارسی، خبرنگاری عمومی، از زمانی که مردم عادی دونستن نقش موبایل هاشون چیه، میتونن از تصاویر عکس بگیرن، فیلم بگیرن، به اشتراک عمومی بذارن، اینجاست که این هنرمند عدالت خواه ما که داره در فضای مجازی کار میکنه، برگردیم به سوال شما، آفرینش هنریش چندین برابر شده، چون سریع میتونه پیامش رو برسونه، اما به هر تقدیر سبک، اسلوب و شیوه کار خودش رو داره این هنر و هنرمند، به خصوص در دنیای مجازی. هنرمند ما اسمش مشخص نیست، اکثر اوقات ملیتش مشخص نیست، کجا داره زندگی میکنه مشخص نیست، پیام اینجا مهمه، تصویر اینجا مهمه و رسوندن اون پیام و آموزش عدالت خواهانه مهمه. هنرمند اینجا داره از حقوق خودش میگذره، من دیگه اسمم رو نمیخوام بذارم، نمیخوام بدونن کیه، حالا بنا به دلایل مختلف، ممکنه سیاسیه، ممکنه امنیتیه، به هر تقدیر، اما اینجا اون متن هنر و خانشش و چگونگی بیانش برای همه مهمه. پس برگردیم به سوال شما، بله اینجا هنر، به خصوص هنرهای تجسمی، در دنیای مجازی نقش اساسی رو دارن برای اینکه عدالت اجتماعی رو مطرح بکنن، جامعه رو به شرایط نوین عدالت اجتماعی برسونن و مردم رو دعوت کنن برای رسیدن به یه جامعه دموکراتیک. یه ادعایی هست بین منتقدا که میگه مشارکت اجتماعی از ارزش هنری اصلا کم میکنه، حتی باعث میشه که اون اثر هنری از تنزل پیدا کنه به یه اثر تبلیغی. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید، اصولا این نوع هنر، هنری که به دنبال واکنش برای عدالت اجتماعی هست، فرق داره با هنری که میره توی موزه یا میره توی گالری و کسی اینو میخره میذاره روی دیوارش یا توی جای نمایش داده بشه. این هنر، این نوع هنر اصولا بحث مالی درش مطرح نیست و بخش ارزشی به عنوان اینکه بگیم یک هنر با ارزش است، این هنر بیار، اصولا فکر میکنم این سوال یکم شاید برای این نوع هنر و این نوع هنرمند جایگاهی نداشته باشه. این نوع هنر در حقیقت همونجور که صحبت کردیم هدفش چیز دیگه ای هست و هنرمندش هم کس دیگه ای هست. الان شما دقت بکنید به همین بحث حرکت زن، زندگی، آزادی، 90% کارها داره در فضای دیجیتال تولید میشه و در فضای دیجیتال به اشتراک گذاشته میشه. بنابراین این هنر درست موضوعش و هدفش رسوندن پیام و عدالت اجتماعی و بیدار کردن و دعوت هست، خیلی متفاوته با همین هنر و هنرمندایی که مثلا ما هفته دیگه داریم باهاشون صحبت میکنیم. اون هنرمندی هستش که از نوع سوال شما داره میاد جلو، نقاش، مجسمه ساز و با دست و مدیوم دیگه ای داره کار میکنه. پیام هنریش
شخصی شده، داره از دید یک زن مدرن در یک جامعه مدرن با اون میدیومش که حالا اکریلیک هست، اینستالیشن هست، ترکیبی هست، حرف شخصیش رو میزنه. این هنرمند که داره با این میدیوم ها کار میکنه با هنر زندگی کرده. این بحثش بحث عدالت اجتماعی برای عموم ممکنه باشه، اما بیانش شخصیه. بیانش رو میره توی گالری به نمایش میذاره، توی موزه میره کارش، مردم میان تو گالری. و تو شهر پاریسه، تو شهر تورنتوه، در کشور امریکاست. اگه کار اینسالیشن خانم کرامتی انجام داده، این میره در اسلوی نروژ به نمایش در میاد، اونجا دارن اثر هنری رو میبینن. یک هنر عام نیست به این معنایی که حالا اون گروه 90 درصدی که دارن هنر رو در فضای دیجیتال کار میکنن برای هم آفرینی، همخوانی، ایجاد واکنش، ایجاد جنبش و بیشتر از همه افشاگری. شاید بیدار شید. اون نوع هنر بخش تبلیغی بله داره، اون هنر بخش ترویجی داره، درسته، اما نمیتونیم بگیم ارزشی بهش باید نگاه کنیم، ارزش داره یا نه. اینجا یه سوال خیلی مهمی پیش میاد. در دنیای هنر دیجیتال کیوریتور نقشش چیه؟ ما چجوری باید این هنر دیجیتال رو که الان تقریبا از سپتامبر در حقیقت سال 22 شروع شده، 16 هم که فاجعه قتل مهسا رخ داد، چگونه این هنر فضای مجازی رو کی ثبت و ضبط میکنه؟ میدونیم روی اینستاگرام 4-5 پلتفرم هستن. من به عنوان کیوریتور مثلا با اینا تماس گرفتم، من هفته اول ازشون خواهش کردم شما سیو کنید این هنر رو. چرا؟ برای اینکه در سال 2009 وقتی حرکت جنبش سبز اتفاق افتاد و باز مرگ ناگهانی ندا، اون تجربه رو الان شما اگه سرچ کنین آنلاین، تصاویر عدالت خواهانه هنرمندهای دیجیتال جنبش 2009 ناپدید شدند، نیستن دیگه. کی اینا رو سیو کرد؟ کجا اینا نگهداری شدن برای آینده ما؟ اینا هنر ایرانه در حقیقت، ولی چگونه اینها رو باید نگهداری کنیم؟ کی کیوریت میکنه اینها رو؟ کجا نگه میداره؟ این خیلی مهمه که امروز ما این پیام رو برسونیم به هنرمندمون و پلتفرم هایی که این رو میخوان نگهداری کنن. بله، اگر ما این رو نگهداری نکنیم، طبقه بندی نکنیم، امروز بهش میتونیم بگیم فقط یک هنر تبلیغی که از بین رفت، ناپدید شد. اما اگر این آگاهی رو داشته باشیم که این هنر امروز داره در این برهه زمانی ایران کار کرد و کاربرد برای عدالت اجتماعی داره، برای بیداری جامعه داره، این میره تو تاریخ هنر. اما باید نگهش داریم. اگه نگهش نداریم، ساپورت نداشته باشیم براش، سیوش نکنیم، این شاید 10 سال، 15 سال آینده، داستان جنبش سبز سال 2009 بود دیگه، الان تقریبا بیشتر از 10 سال گذشته و ما حرکت دیگه ای داریم. پس اگر نگرش داریم، اگر سیوش کنیم، اگر زیر تاریخ هنر ببریمش جلو، دیگه هنر تبلیغی نیست. این هنر یک کاربرد زمانی داره، یک کاربرد فرازمانی داره. یک مثال براتون بزنم، نگاه کنید به کار گرنیکای پیکاسو. تابلو گرنیکای پیکاسو الان در سازمان ملل به روی دیوار، یه جای خیلی خاصیه. موضوعی رو که داره بیان میکنه، در جنگ جهانی دوم شبانه بمبی ریختن در یک روستا، فاجعه انسانی. این داره اون داستان رو بیان میکنه، اما اون فاجعه انسانی که جنگ و بمب ریختنه تا به امروز ادامه داره. پس داستان فرازمانیه اون اثر هست. حالا ما باید به هنر امروز نگاه کنیم، جنبش زندگی آزادی،
هر دو هنرمندایی که در گالری هستن، تو استودیوشون هستن، شخصی با میدیوم کار میکنن، و هنرمندایی که در فضای دیجیتال هستن، چقدر اثر هنریشون زمانیه، چقدر فرازمانیه، چون دارن یه بحث آزادی زنان رو مطرح میکنن، دارن آزادی خیشتن رو مطرح میکنن، دارن آزادی بیان رو مطرح میکنن. المنت های تصویریشون خیلی ایرانیه، مربوط به ماست، داستانیه که داره اتفاق میفته توی ایران. اما اگه دقت بکنیم، کدوم داره حرف زمانی میزنه و کدوم داره حرف فرازمانی میزنه در این حال، اینجاست که اگر ما 2 سال دیگه این تصویر نداشته باشیم، از بین رفته. برگردم به سوال شما، نه، ما نمیتونیم به این نوع هنر که به دنبال عدالت اجتماعی عدید ارزشی نگاه کنیم، چون هدفش، تولید شدنش، انگیزه و خلاقیتش چیز دیگه ایه. خب اجازه بدین من اینو بپرسم که با توجه به اینکه خب الان داره آثار خیلی مختلفی تولید میشه، چه در خود ایران چه در خارج ایران، و یک سری از این آثار آثاری هستن مثل یه تابلو نقاشی که اصلا ذاتشونه که ماندگار هستن، یه سریشون مثل حوض خون یا گرافیتی رو دیوارن که ممکنه که پاک بشه چند روز بعد، یا ممکنه که به حال اون حوض خون کل اثر از بین رفت و داره یه حجم زیادی از نظر حتی کمیت هم آثار هنری تولید میشه، چه در فضای مجازی چه در فضای حالا روزمره حتی زندگی مردم. چطوری میتونیم بین اینها تمایز قائل بشیم؟ چطور میشه یک اثر هنری رو از یک اثر شعاری یا یک اثر نازل تشخیص داد؟ و حالا شما توضیح دادین که میشه اینا رو حفظ کرد، چطور میشه اصلا اینا رو انتخاب کرد که کدوم اثر رو ما باید حفظ کنیم، کدوم اثر حالا مشمول زمان میشه و فراموش خواهد شد در طول زمان؟ ببینید، این نوع هنر رو ما نمیتونیم بگیم هنر نازل. این نوع هنر بسیار جایگاه خاصی داره در عدالت اجتماعی، در تغییر جامعه، در آموزش جامعه، در فراخوانی عموم و مشارکت مردمی. اما از یک طرف تاریخ هنردونا، آدمایی که تو موزه کار میکنن، شاید هنوز به این فراست نرسیدند که اهمیت این نوع هنر رو، سوشال جاستیس آرت رو، بیارن توی موزه ها، بیارن در سیستم آموزشی گالری ها و دانشگاه ها و دپارتمان های هنر، نقد هنری درست روش بشه. شده، شروع هم شده، اما در رابطه با بحث خودمون ایران من دارم این رو مطرح میکنم. ببینید، یک مثال مجدد براتون بزنم. در تاریخ معاصر ایران ما 3 مرحله داریم که با این نوع هنر برخورد میشه. یکیش انقلاب ایران هستش. در انقلاب ایران که انقلاب ایرانی بود، تبدیل شد به حکومت اسلامی، ما گروه های مختلف داریم و هنرهای مختلف. دیجیتال هم نبوده اون موقع. الان نگاه کنیم چند درصد از اون هنر حفظ شده، مطالعه درست شده، نقد درست هنری شده و به دست متخصصین یا عموم رسیده. ببین، هنر انقلاب ایران 57 گروه های مختلف سیاسی در شرکت داشته. ما اسلامی داشتیم، چپ داشتیم، راست داشتیم، دموکرات داشتیم، سوسیالیست داشتیم، سوسیالیست دینی داشتیم. این گروه ها آرتیست نداشتن که، چه بسا در ادامه ایدئولوژی خودشون از جاهای دیگه اینو قرض کردن. اگه برگردیم به هنر میبینیم 80% هنر انقلاب روسیه هست، هنر انقلاب مکزیک توش هست، هنر انقلاب چین توش هست. برای اولین بار نقاشی های دیواری انقلابی در ایران باب میشه، نقاشی های دیواری روی سفارت امریکا در خیابان تخت جمشید ناپدید شده متاسفانه. ازش عکس هست، ولی به فراستش شاید عکساش جایی باشه، اما اون موقع تاریخ هنردون ما
هنرگردان ما کیوریتور اینا رو جایی ثبت نکرده جمع کنه برای امروز که ما بتونیم من و شما داریم صحبت میکنیم بگیم دو تا نقد درست شده. خب اون همه پوستر، اون همه پلاکارد، اون همه که این گروه های سیاسی تولید کردن یه جایی هست، جمع نشده، پراکنده است، چه بسا خیلی هاش نابود شده. اما همینجا جا داره من تشکر کنم مثلا همکار خوبمون دکتر علی میرجلیلی، ایشون الان یه وبسایتی درست کردن به اسم خیابان انقلاب و در این خیابان انقلاب که در حقیقت کیوریتش رو من هستم شروع کردن و شروع کردیم جمع آوری هنرهای دوران انقلاب رو. ایشون به عنوان یک ساپورت پترون با هنرمندهای دوران انقلاب ایران در تماس و اثر هنریشون رو، اصل اثر رو خریداری میکنه برای مجموعه شخصی خودشون. این برای اولین بار داره این اتفاق میفته. آرتیست های خیلی خیلی مطرح مثل خانم ناهید حقیقت، آقای نیکی نجومی، احمد عالی، مینا نوری، کسایی که در اون دوره کار خلاقیت هنری در آتلیه کردن ولی کارشون اصلا دیده نشده بنا به شرایط خاصی. پس دکتر میجلی الان داره یک چیزی رو ثبت میکنه، نگه میداره که من و شما داریم راجبه صحبت میکنیم. این اتفاق من فکر میکنم باید برای هنر جنبش سبز میافتاد، به صورت دیجیتال اینها نگهداری میشد و الان باید این هوشیاری رو داشته باشیم. هنر زن، زندگی، آزادی در فضای مجازی باید حفظ و نگهداری بشه و اهمیتش بسیار بسیار مهمه برای حرکت‌های بعدی ایران. شما الان دقت بکنید، ممکن ربط مستقیم نداشته باشه، ولی آرشیو تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، شخصی در طی سالها زحمت کشیده این آرشیو تاریخ شفاهی رو با آدمای مختلفی که در جریان سیاسی ایران قبل و بعد از انقلاب بودن ثبت و ضبط کرده. امروز اهمیتش رو میبینیم. شاید اون موقع با خون دل اینها جمع شده، یه اکیپی با یه میکروفون خیلی ساده روی تیپ، ولی اهمیتش 40 و چند سال بعده که مطرحه. اگر کسی این کار رو با هنرمندان دوران انقلاب ایران انجام داده بود، صحبت باشون کرده بود، ریکورد کرده بود، جمع‌آوری کرده بود، امروز ما یه گنجینه ای داشتیم. پس خیلی مهمه این هنر جنبش زن، زندگی، آزادی از همه جهات فرهنگی، برای اینکه ببینید این هنر به شاخه های مختلف جامعه ارتباط داره. بحث جنسیتی، جندر توش مطرحه، زنان، بانوان. بحث قومیت، اتنیکال، درش مطرحه، لور، کرد، بلوچ و غیره. بحث اخلاقی درش مهمه، اتیکال ایشیوز. پس یک هنر در حقیقت مالتی دیسیپلینریه و چند لایه داره این. اگر امروز، هرچند ما خالقها رو نمیشناسیم، دوست دارم ناشناس بمونن، ولی آن گروه رو که میشناسیم در فضای مجازی بتونیم باشون صحبت بشه، پلتفرمی درست بشه، این رو باید یک جایی، یک دانشگاهی، یک مرکزی به عهده بگیره. این کار نشده تا حالا، میدونید؟ یعنی این خیلی مهمه. این تاریخ شفاهی، تاریخ هنر عدالت خواهی ایران در قرن 21 میدونید. ما خیلی باید تشکر کنم به هر تقدیر از مرکز هنری فرهنگ فاندیشن در لس آنجلس که هر ساله برنامه های خیلی خوبی رو برای هنر، حمایت از هنرمندان در همه جای دنیا میتونن اونجا بذارن، نمایشگاه، همه جوره کمک میکنن. ما نیاز داریم به این کمک که این هنر الان ثبت بشه. هنرمند ما درگیره، خودش نمیتونه به این کار برسه. هنرمند ما داره الان با داستان روز ما جلو میره. دانشگاه هنر الان دانشجو 2 هفته از پشت درا موندن، داخل موندن، بیرون موندن. خب دانشگاهی که من خودم از اون فارغ التحصیل شدم، اونجا درس خوندم، همه گوشت و پوست اون داستان رو میشناسم. الان بحث روی نه هست، کلمه نه. ببینید چقدر زیبا این کلمه نه داره با هنر جلو میره. آرم دانشگاه هنر که روی کارت دانشجوی من بوده
الان خب من خودم حرف دارم روی اون آر، میدونم کی اینو طراحی کرده، با چه مضمونی طراحیش کرده، چرا اون رنگی شده. و خود این یه موضوع، تمام هم دورهای من خانم کرامتی هم دانشگاهی منن، هم دوران توی یک دانشگاه ما درس بودیم، نقاشی خوندیم و همه اینها الان همه جا هستن. این تاریخ شفاهی باید جمع‌آوری بشه در رابطه با این هنری که داره اتفاق میفته. با تشکر کنم همینجا از خانم دکتر لیلا دیبا، خانم دکتر شیوا بلاغی که نشست های خیلی خوبی رو برگزار کردن تو امریکا و هنرمندان رو دعوت کردن، اما به بیشتر احتیاج داریم، میدونید. و صحبتی رو که میخوایم هفته دیگه بکنیم همینه، هنرمندای ما چگونه درگیرن. خانم مثلا پانتا کریمی داره زحمت سنگینی میکشه، با ابتدای شروع این حرکت داره کار کیوریتوری میکنه، فراخوان داده، براش موها اومده، اینا رو جمع آورده. چجوری باید این موها رو نگه داره؟ کجا باید نگه داره؟ در چه فاز؟ موزه نداره که ایشون داره هنرمنده. وظیفه من کیوریتور و موزه و گالریه که حمایت کنیم این آثاری که جمع آوری شده از بین نره. من فقط مثال میزنم، ما داریم الان رموز و موه یکی از حساس ترین موادی که در یک موزه میشه نگرش داشت، به خاطر باکتری، دما، حرارت، چجوری، نور، چه بسته بندی. ما هیچ ارگانیزیشنی نداریم در کل دنیا که به هنرمندا و کریتور ما کمک کنه. آقا اینایی رو که شما الان فراخوان دادین جمع کردین، برمیگردم به سوال شما، این همه حرکت جنبش مردمی در همه جای دنیا داره انجام میشه برای زن زندگی آزادی، کی این هنرها رو جمع میکنه؟ یا فردا صبح همه رو دارن جمع میکنن میریزن توی سطل زباله؟ مردم ما الان خودشون هنرمندن و تولید کننده این اثرن. شما دقت کنید به کار زیبای خانم نغمه افشینجا در کانادا، ترویج و ترغیب عموم به یاد. یکی شاید بگه خب آقا عکس اینا که هست شما میکشید، چرا میکشید دیگه؟ نه، بحث عاطفی، رابطه که ایشون با مادران، خواهران، همسران این داستان دارن و کار کردن با لطافت آب رنگ و پیام رسوندن، بعد این رو تیشرت ها میره، توی حرکت های جنبش های مردمی میره، اینجاست که شما جواب داره. آموزش این و ارتباط و بیان بخش دیگری از هنر عدالت خواه که ایشون داره جلو میبره، بخش درد و شناخت درد و ترمیم درده، ترومای این داستانه. چگونه میتونیم شفا بخشی بدیم و طریق هنر درد رو کمتر بکنیم؟ عدالت خواهی رو داره انجام میده در بخش هیلینگ، در حقیقت داره کمک میکنه به آرام کردن مادران، خواهران و گفتگو. یکی از بحثهای مهم این هنر عدالت خواهی اینه که آقا حرف بزنیم، بیاین صحبت کنیم. مادری که فرزند رو دست دادی بیا صحبت کن. چجوری میتونیم صحبت کنیم؟ سخت صحبت کردن. خب ولی همه اینها یه حامی میخواد، این هنر چجوری میشه حفظش کرد؟ بیایم با هم فکر کنیم، آیا موزه ای هست؟ آیا بنیادی هست که کمک کنه الان در این برهه زمانی اینا رو ما جذب کنیم، ثبت و ضبط کنیم، حکایت انقلاب 57 ایران نشه که هیچیشو نداریم. یه چیزایی داریم پراکنده، من اغراق نمیخوام بکنم، دیجیتال اینجا هست، یه پلتفرم اونجا، ولی مرکزی نداریم بگیم اصل هنر اینجاست. بعدم پیام اون هنر به این خاطر شاید یه مقدار دور شد که ما بلافاصله جنگ ایران و عراق رو داشتیم. هنر عدالت خواهی که میخواست انقلاب رو به جایی برسونه تبدیل شد، بله، به بخش دوم سوال شما، هنر پروپاگاندای تبلیغی که امروز چیش اصلا دیگه جنگ. اصلا فایده این جنگ که اصلا تمام عدالت خواهی از بین رفت، اون خودش موضوعه. چگونه هنر عدالت خواه انقلاب ایران تبدیل شد به هنر پروپاگاندای جنگ ایران و عراق که حالا واردش نمیخوایم بشیم، اونم از بین رفت. شما سوال کردید هنر انقلابی، هنر انقلابی زمانیه، فرازمانی نیست. هنر چین رو باز ببینید، روسیه رو ببینید، الان کجا حرفی از این رو نمیشه. هنر انقلاب ایران اصلا کی کجا راجبش حرف میزنه؟ حرفم بزنه زمانی بوده برای یه مقطعی، اون جنگ ایران و عراق که خیلی هم وسیع و خیلی هم پروپاگاندا هست در حد خودش. کجا اون هنرمندا؟ اما اگر امروز
آقای دکتر میرجلیلی همت میکنه میره با آقای احمد عالی، آقای نجومی، خانم حقیقت، مینا نوری و کسان خیلی زیادن، صحبت میکنه، مطرح میکنه چرا اهمیت داره کارشون، کار دوران انقلابشون دیده بشه برای یک چنین روزی که ما داریم الان زحمت میکشیم که بخوایم به حقیقت یابی برسیم. آقای خسرو نژاد، صحبت کردین از هنر مقاومت و هنر انقلابی، اتفاقی که توی هنری که توی دوره انقلاب 57 داشتیم، تو دوره جنبش سبز داشتیم، جلوه های این هنر انقلابی رو تو انقلاب زن زندگی آزادی چطور میبینید؟ بله خیلی سوال خوبه. ببینید در همه جای دنیا هنرهای دموکرات خواه، هنرهای عدالت اجتماعی، هنری که در خدمت عدالت اجتماعی تقریبا همه در کشورهای آزاد هستند. پس هنر عدالت خواه فقط هنرهای تجسمی نیست برای اونها. تئاتر هست، موسیقی هست، شعر هست، اینستالیشن هست، مردم میان با همکاری مردم هست. ما که این امکانات رو نداشتیم در ایران که بنابراین یکی از دلایلی که هنرهای تجسمی در جنبش زن زندگی آزادی جلو رفته، به خصوص هنر گرافیک، هنر تصویرسازی، الان شما دقت کنید شاید بیشتر از 60% هنرمندا و هنر زن زندگی آزادی در فضای تصویرسازی و گرافیک، بیشتر تصویرسازی. خب و اصلا مهم نیست هنرمندی کجاست، هویت اتنیکالش، جنسیتیش چیه، قومیش چیه، اون داره تولید میکنه. این هنر در حقیقت تنها شاید بستر سالمی هست که الان داره کار خودش رو مستقل انجام میده. ممکنه یه سکوتی داشته باشه اما از داستانها و روایتهای جنبش داره تغذیه میکنه و روزانه تولید بسیار خلاق بالایی داره. برای همین نگرانی من که اینها کجا چجوری، اگر هم بخوایم کار کنیم ما عقبیم از هنرمندمون همیشه در فضای دیجیتال و این جنبش، چون این جنبش یه جنبش پویاست. حرکت زن زندگی آزادی دیگه حرکت جنبش جریان سبز نیست و انقلاب 57. انقلاب 57 بار تغییر رژیم رو داشت، بار زن زندگی آزادی، اصلا شاید بتونیم بگیم از اونجا شروع شد. حتی ببین در مطالعات ایران شناسی خیلی کم مطرح شده کسی به اسم کیت میلر، ایشون از بنیانگذاران دیدگاه فمینیست هست و آزادی زن. جالبش اینه که در بحبوحه انقلاب ایران ایشون میره ایران، همجنسگرا هست خودش، با پارتنرش میره ایران و در ایران با یه گروه فرانسوی که اونها هم فمینیستی هستن دارن فیلم میگیرن برخورد میکنه، نزدیک بازداشتیش هست، بازداشتش هم میکنن و سریع از ایران میاد بیرون، اون گروه فرانسوی هم میاد بیرون. ایشون یه کتاب نوشته، فکر میکنم سال 82 باید چاپ شده، 1982، Going to Iran کتابش هست. اما کار بسیار زیبایی که پروفسور نگار متحده انجام دادن سال 2019، ایشون سالها زحمت کشیدن نوارهای صوتی کیت رو که در ایران در تظاهرات و گفتگوی زنان هست گوش کردن و کتابی نوشتن ایشون که توسط دانشگاه استنفورد سال 2019 چاپ شده به اسم Whisper Tapes، که باید خیلی از ایشون تشکر کنیم. کسانی که به دنبال پیدایش حرکت زن زندگی آزادی در آزادی هستن باید کتاب ایشون رو اول بخونن. خب میبینیم زنان ایران دارن چی میگن اونجا، همین حرف امروزه که اونجا شنیده نشد.
در واقع خب اونجا خیلی در نطفه خفه شد، اجازه داده در نطفه نشد خفه شد. اصلا سالها و اون فیلم سالها میکشید تا الان. دقیقا اون فیلم فرانسوی ها رو باید ببینید، فکر میکنم 11 دقیقه و 59 ثانیه یا 12 دقیقه است. اون رو هم روی یوتیوب میشه پیداش کرد، فکر میکنم اسمش از فرانسویه ولی به انگلیسی ترجمهش کردن میشه Iranian Women's Liberation Movement، فکر میکنم Year Zero، یعنی در نطفه واقعا اونجا این گروه فرانسوی اینو گرفتن. و جالبش اینه که در ایران کیت رو هم دیدن. ما اگر این تازه آنلاین شده فکر کنم به خاطر جنبش زن زندگی آزادی، این نشون میده که در همون نطفه حرف شما درسته، اما هنرش رو من ندیدم هنوز. قطعا هنرهای اون موقع هنرمندان درگیر بودن با بحث زن زندگی آزادی، چون متوجه شدن که دیگه داره دیر میشه، حرکت اونجاست. خب اون هنر مال انقلابه، اومدین جنبش 2009 جنبش سبز، یه بحث پست الکشن کرایسیس و حرکت خیلی خاص صدای مردم، مشارکت مردمی، اعتراض به انتخاباته، یه بحث سیاسی مقطع زمانیه دیگه، به جایی هم نرفت. دقت کنید یک فاجعه انسانی بزرگم درش داشتیم که مرگ ندا بود. خب جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش عدالت خواهانه است که 40 و چند سال بذرش آرام آرام رشد کرده، قد شده، رشد کرده، جوانه زده، قد کرده، جوانه زده، و الان در حقیقت بستری رو داره به عنوان دنیای دیجیتال، هنرش رو ما داریم بحث میکنیم، که بسیار هنرمند قرن 21 ایرانی آگاهه و قابل مقایسه نیست با هنرمندای ما سال 57. اونا زحمت خودشون رو کشیدن، نمیخوام کارشون رو بیارم پایین، نه، در حد خودشون هنرمندان کار کردن، هنوز کارشون دیده نشده به خاطر اون داستان های خفقان و هنوز ترسی که دارن کارشون رو بیارن بیرون ببینیم ما. اما اینجا هنرمند ما در جنبش زن زندگی آزادی همونجور که گفتیم فرامرزیه، هیچ کسی که احتیاج به اجازه کسی نداره، وزارت ارشاد نمیخواد کارش رو تایید کنه یا نکنه، کارش رو میذاره، پلتفرم داره، خودش میره جلو، وبسایت داره و سریع میره جلو. قطعا هنرمندای این جنبش همدیگه رو میشناسن، ما نمیشناسیمش، اونا قطعا با همدیگه در تماسن، قطعا کارهای همدیگه رو میبینن، قطعا با هم گپ و گفتگوی حداقل دیجیتالی دارن اگر نه شخصی همدیگه رو بشناسن. و خیلی مهمه، الان من دیدم هنرمند دیگه چند روز پیش که لغت نه در اومد، یه فراخوان دادن این هنرمند از پاریس، همتون بگید نه تو دوربین، اینو برای من بفرستید. خب ببینید، پس و قطعا بهشون میرسه این کلیپ ها، باید منتظر باشیم ببینیم چه حرکتی از تون در میاد. پس این جنبش و این هنر زن زندگی آزادی حالا حالاها ادامه داره و داره رشد میکنه، چون این دیگه یک داستان جدیده. باید ببینیم ما هم که هنر رو داریم بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم یا با زندگی میکنیم، ما هم باید صبر کنیم ببینیم هنرمند چگونه داره میره جلو با داستان و مقایسه کنیم جنبش سبز، انقلاب 57. و فکر کنم هنرمندان نگاه میکنن به قبل، دارن از المان های قبل استفاده میکنن، دارن از سمبول های قدیم استفاده میکنن که در کارشون میاد جلو، اما در حال رشده و من فکر میکنم که بسیار جلوتر از خود حرکت الان جنبش زن زندگی هنرش هست، یعنی یک هنر بسیار پویا هست، یک هنر بسیار جذابی هستش که داره جلو میره. اما به عنوان کسی که حالا شاید بگیم کارشناس هنر، کریتور آرت، مطالعه میکنه این رو، نگرانی من در حفظ و ضبط و ترویجش برای آینده هست. این نگرانی که امیدوارم با صحبت‌های خوبی که با شما داریم بتونید شما جواب‌های خوبی بگیرید و همکاران دیگه با هم همفکری داشته باشیم که بشه این هنر رو حفظش کرد. به نظر شما درباره هنری که داره توی جنبش زن زندگی آزادی حالا
تولیدات زیادی داره صحبت کردیم و حالا ریشه هایی که از گذشته داره، در دراز مدت به نظرتون چه تأثیر روی روند آفرینش و هنری اصلا توی داخل ایران میذاره؟ متاسفانه تاریخ هنر ایران بعد از انقلاب مطالعه درست نشده و هنرمند ما مهجور مونده. اون کسایی هم که اومدن تاریخ هنر ما بعد از انقلاب رو نوشتن آدمایی هم که وابسته به رژیمن، خیلی راحت بگیم، چون دسترسی داشتن به اون داستانهایی که داره تو ایران اتفاق میفته، هرچند مثل خیلی های دیگه الان خارج از ایرانن و لندن، پاریس، هر جا هستن این آدم ها، شغل هم دارن و خیلی هم خوب. ما ولی مطالعه جامع راجب هنر تجسمی، هنرمند تجسمیمون، اینکه آیا زمانی هست، فرازمانی هست، با چه مدیومی، در چه شرایطی داره کار میکنه، از کدوم طبقه اجتماعی هست، کجا رفته و به کجا داره میره، من خودم میگم من کم کاری کردم. ببینید بحث های جهانی الان هنر در قرن 21 وقتی که میخوام از عدالت اجتماعی صحبت کنیم چی الان؟ عدالت اجتماعی یا عدالت خواهی اجتماعی در دنیا الان چه اتفاقی داره میفته؟ بحث های مهم جهانی الان چیه؟ جنگ، مهاجرت، شرایط اقلیمی و نقش انسان در تغییر شرایط اقلیمیه، Climate Change and Anthropocene. این بحث مهاجرت، این بحث جنگ، بحث مرزها رو پیش میاره، مطالعه مرزها، مرزبندی ها، از این مرز حرکت کردن به اون مرز. ما یه هنرمند برجسته داریم ایرانی که روی این بحث مهاجرت به طور مثال بحث جهانی کرده، کاراش رو دیوارهای باستان و نیویورک و سوئیس در مجموعه های بین المللیه. مهدی قدیانلو یک هنرمند فرازمانی ایران معاصره که کارش، اگر برگردیم به سوالات اولیه شما، بحث مالی نیست. شما در هیچ کار مهدی قدیانلو بوی ایرانی نمیبینید که بگه این اتفاق داره تو ایران میفته، یک دونه المان ایرانی نمیبینید. کارش در مهمترین موزه های دنیاست، مهمترین گالری های دنیاست و جهانی این آدم، اما شما، من نمیتونم به چند نفر بگید مهدی قدیانلو رو میشناسید. مهدی رو میشناسن، یک آدم فرهیخته، افتاده، اصلا خاکی، کمک کن به همه، ایران هم زندگی میکنه، بارها رفته باز برگشته ایران. خب ببینید این داره، این آدم داره راجع مهاجرت، ترک وطن، ریشه ها رو زدن و رفتن صحبت میکنه، یه کار فرازمانی که هیچ ربطی به جایی نداره و کارش هست. چرا اینو گفتم؟ و اگه مثال بزنم داریم در ایران. حالا این سوال شما رو شاید بعد از مهدی هم کرد، نه فقط از من، چون یه هنرمندی که داره مهاجرت کار میکنه، بحثای جهانی مهاجرت رو مطرح میکنه، جنگ رو مطرح میکنه، ریفیوجی رو مطرح میکنه. بحث زن زندگی آزادی و هنر زن زندگی آزادی الان زمانیه، اما زمانی بودنش برمیگرده به انقلاب 57 ایران، از اون موقع تا الان زمانش هست. نطفهش در همون انقلاب 57 کاشته شده. تأکید میکنم کتاب پروفسور نگار متحده باید خونده بشه تا اینا فهمیده بشه، و این میاد جلو در حرکت سبز. هنرمندان نشون دادن دارن گوشه نگاهی به آزادی زن، مرگ ندا و بسیار داستانهای دیگه این رو نشون داد در هنرها، اما به صورت فاجعه انسانی بود، خیلی در حول و حوش خفقان خاصی بود. در جنبش زن زندگی الان ما یک انگاری این جنبش یک فراخوان داد به هنرمندای ما، همتون بیاین، همتون دعوتین، به همتون خوش آمد میگیم و حرف داریم بزنیم، همون چیزی که اول خدمتتون گفتم، همه فهمیدن
آگاهی رسانی باید بکنن، همه فهمیدن هم آفرینی باید بکنن، این خیلی مهمه، همه فهمیدن باید مشارکت کنیم و مردم رو دعوت کنیم با هم بودن، این شعاره هی ما همه با هم هستیم، ما با همه با هستیم، این تبدیل شد به تصویر و حرکت های مردمی و شهروندی ایجاد کرد، قوم ها رو آوردن داخل. ببینید وقتی میگم یکم باید عمیق تر بریم، بحث قیچی کردن مو، این به عنوان نشان عزاداری اومد دیگه، قیچی کردن مو یعنی ما همه با همیم. اما میدونید حتما مطالعه کردیم تو فرهنگ کهن ایرانیه در منطقه غرب ایران، از شاهنامه، تأسیس سازی شاهنامه، ما مرگ اسفندیار در مراسم تدفینش داریم که موهای بلند داشتن، موها رو میچیدن، تا الان سنت البته از بین رفته، ولی در غرب ایران در منطقه به خصوص لورستان و کرمانشاه تا بختیاری تا سالهای مثلا 10 سال 15 سال پیش، شما اگه به مزاراتشون برید، به روی سنگهای مزار نگاه کنید، خانمها در مراسم عزاداری جنگاورانی که در جنگ مردن رقص میکنن به دور سنگ قبر و به نشانه عزا و به نشانه افتخار اون مرد جنگجویی که شهید شده موهاشون رو میبریدن و اینو بافته مو رو میذاشن رو سنگ قبر. پس و این تاثیر روی سنگ قبرها حک شده و به اصطلاح حالا لوری بختیاری میگن پل بریدن. پل بریدن، همه زنها رو میبینید یا صورتها خونالود شده با ناخون یا پلاشون رو بریدن گذاشتن رو سنگ قبر. این یک سنت ببینید فرهنگی نهفته داره در اقوام و جایی که مهسا ازش داره میاد. پس بی ربط نیست، این هنرمند ما این رو پیدا کرده، چگونه به این رسیده، این چگونگی بحث اصلی قسمت زیادی از این هنره که هنوزم ادامه داره. المان شیر و شیر سنگی بختیاری که با فوت کیان پیرفلک و دردها و مویه های مادرش ماه منیر، این جزء فرهنگ بختیاریه. عزیزی وقتی فوت میکنه ما بهش میگیم بنگ بو یا میگیم گو گریف، یعنی گریه کن و فریاد بزن. این رو هنرمند تصویرگر ما به زیبایی گرفته و اون المان شیر سنگی رو که در حقیقت اون هم برای جنگاوران بختیاری که در جنگ ها میمردن شهید میشدن می ساختن، احیا شد دوباره. ببینید هنرمند ما داره اینو از کجا میگیره و میاره و اعمال میکنه. حالا شیر نشان ایرانم بوده، این خلاقیت ها ببینید ادامه و رشد داره میکنه، نه جلوشو نمیشه گرفت. برگردیم به سوال شما، بسیار من امیدوارم که داره به جاهای خیلی خوبی میره به جهت هنری و تصویری قناش، و من امیدوارم بشه برنامه های بیشتری داشت، بشه هنرمند های دنیای دیجیتال زن زندگی آزادی رو حتی اگه چهره هاش رو نخوانشون بدن ایرادی نداره، باشون گفتگو کرد، صحبت هاشون رو شنید، هستند یه تعدادی که هیچ ابایی ندارن صحبت میکنن، در فرانسه هستن، در آلمان هستن، در انگلیس هستن، اما احتیاج داریم بیشتر بشنویم، احتیاج داریم. خانم نقش اینجا بسیار صحبت کردن، صحبت میکنن، هیچ پروایی نداره، من باید همجا مجدد از ایشون تشکر کنم. اما خود ما احتیاج داریم دور هم باشیم، بیشتر صحبت کنیم، بیشتر برنامه علمی داشته باشیم تا پی ببریم به نقش واقعی هنر. صدای من یک صداست، یک تجربه است، یک در حقیقت observation دارم به این رو کرد نگاه میکنم و امیدوارم که با کمک شما، رسانه شما و همیاری خود هنرمندا، شما با هنرمندای این نشست ما صحبت خواهید داشت و مطمئنم که خیلی بهتر از من، چون خودشون هنرمندن، خانم نگاره آید، خانم سیمین کرامتی و پانتا کرمی ادامه میدن این صحبت رو. امیدوارم سوالاتی که برای من مطرح کردید برای این دوستان مطرح کنید و بتونیم این رو باز کنیم. بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو به ما در رادیو زمانه دادیم. خواهش میکنم و امیدوارم که
این مطالب بتونه به شنوندگان و خوانندگان شما کمک بیشتری بکنه تا بتونیم با هم همکاری بهتری داشته باشیم در شناخت هنر زن، زندگی، آزادی.